و بینندگان برنامه نگاه روز، من سودابه عباسی و دیگر همکارانم در این بخش از برنامه با تهیه کنندگی جلیل جلیلی در خدمت شما خواهیم بود. موضوع امروز برنامه کاریکاتور محمد و عکس‌العمل خامنه‌ای. اخیراً کاریکاتور محمد پیامبر اسلام دوباره بر روی جلد مجله فرانسوی چارلی ابدو درج شده و خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنشی اون رو جرمی بزرگ و اهانت به چهره نورانی و قدسی بنیانگذار دین اسلام خونده. در برنامه امروز در این رابطه سوالاتی رو با مهمون برنامه مینا احدی در میون میذاریم. مینا احدی درود و برنامه ما خوش اومدید. خیلی ممنون، من سلام عرض میکنم حضور شما و همکارانت. خواهش میکنم. جریان کاریکاتور محمد در مجله چارلی ابدو چیه؟ در این رابطه مختصری به بیننده های ما توضیح بدید. بله، این داستان در حقیقت از سال 2005 شروع شد، یعنی سپتامبر 2005 یک مجله‌ای در دانمارک، یولاند پوستن اسمش بود، یک کاریکاتوری رو از محمد پیغمبر اسلام چاپ کرد که تصویر کشیده بودن و یه عمامه‌ای که حالت بمب داشت. این موضوع و انتشار یه همچین عکسی همون موقع با عکس‌العمل‌های گسترده‌ای روبرو شد و طبق معمول یه تعدادی تحریک شده ریختن تو خیابون و تظاهرات کردن و بعد از اون هم تهدیدات شروع شد. من خودم در سال 2007 سردبیر یولاند پوستن رو در شهر کلن در آلمان ملاقات کردم. ایشون اومده بود با من مصاحبه کنه و وقتی ازش پرسیدم که این اتفاقات چطوری هست، همین تصویر رو میداد که ما یه دفعه یه عکسی رو پخش کردیم و زندگیمون زیر رو شد. یعنی خود این فرد با محافظ رفت و آمد میکرد و خونش رو مورد تعرض قرار داده بودن، بعد تعداد زیادی رو در همین رابطه تهدید به مرگ کردن و بعد از اون بود که شارلی ابدو که یک این هم یه هفته نامه هست که چهارشنبه ها در فرانسه چاپ میشه و یک به اصطلاح هفته نامه منتقد همه مذاهب هست، اسم شارلی ابدو، ولی در این حال هم مسلمانان یا به اصطلاح دین اسلام رو نقد میکنه، هم کاتولیک ها رو و یهودی ها رو، و در این حال خودش رو به عنوان یک نشریهی معرفی میکنه که از آزادی بیان دفاع میکنه و علیه حتی راسیسم و غیره و این چیزا هست. وقتی اینا این رو منتشر کردن، در حقیقت بعد از اون دیگه حمله به دفتر اینا انجام گرفت و 12 نفر رو کشتن، یعنی 2 نفر حمله کردن به دفتر کار شارلی ابدو. این رو هم اضافه کنم که ما وقتی در سال 2007 در آلمان نهاد اکس مسلم رو بنیانگذاری کردیم، در سال 2008 چند نفر از همکاران شارلی ابدو اومدن کل، من در اینجا با اونا مصاحبه کردم و وقتی مصاحبه‌ام رو دیدم به حالت طنز این رو پخش کرده بودم. مثلا اینکه ما توی یه دونه رستوران نشستیم، منم 6 نفر محافظ داشتم، اینا رو به حالت کاریکاتور کشیده بود و 2 نفر از همکارای خودشون که توی اونجا بودن گفته بود فقط به خاطر اینکه داره اسلام رو نقد میکنه 80 نفر از ما محافظت میکردن. یه حالت اینطوری طنز پردازی میکنه شارلی ابدو. در حقیقت حمله‌ای که بهشون شد، خب تعداد زیادی کشته شدن و عکس‌العمل‌های خیلی گسترده بین‌المللی رو به دنبال داشت که تظاهرات‌های خیلی بزرگی در سراسر دنیا شد در دفاع از آزادی بیان. چرا رهبر جمهوری اسلامی به بازنشر این کاریکاتور چنین عکس‌العملی رو نشون میده و اون رو جرم بزرگ می‌نامه؟ خب تمام داستان بر سر همین مسئله است. من و شما و هر آدم عاقلی تو این دنیا میتونه این عکس رو نگاه کنه، بخنده یا بگه زیادم جالب نیست، یا بگه کاریکاتورش مثلا خیلی قشنگ عکس رو نکشیده، منظورش رو خوب نرسونده یا هر چی. ولی ما الان طرف هستیم با یک جنبش اسلامی که یکی از رهبراش همین جناب خامنه ای هست که این رو اعلام میکنن. یعنی وقتی خبر را شما میخونید نوشته که به ساحت مقدس و روحانی پیغمبر توهین شده. کی این ساحت مقدس رو تعریف کرده؟ کدوم نورانی بودن؟ ما در مورد یک آدم در نهایت تو تاریخ داریم حرف میزنیم که اتفاقا اگه بررسی کنیم همین پیغمبر خودش حمله کرده، آدم کشته، نمیدونم ترور کرده و انواع اقسام اتفاقات همون موقع افتاده. اگه ما میخوایم در مورد تاریخ و در مورد نقش یک آدم حرف بزنیم، باید این امکان رو وجود داشته باشیم.
تو دنیا. خب یه عده معتقدن که اون پیغمبر بوده، میتونن بیان حرفشون رو بزنن، یه عده معتقدن اون یه آدم عادی بوده و اومده یه بحثایی رو مطرح کرده. کنه مسئله این هست که جمهوری اسلامی، خامنه ای، جنبش اسلامی از طریق همین تعرضات، از طریق آدم کشی ها در نهایت برای خودشون دارن قدرت ایجاد میکنن. خود خامنه ای به نظر من کاملا تیپیک نشون میده ما با رهبر حکومتی طرف هستیم که هر نقدی رو اینا با گلوله پاسخ میدن. اینا تو زندان هاشون هزاران و هزاران نفر رو کشتن فقط برای اینکه اسلام رو قبول ندارن، و در نهایت وقتی نگاه میکنید برای اینکه قدرت خودش رو حفظ کنه، و در نهایت که نگاه میکنید میلیاردها پول بالا بکشه. همه اینا رو به نظر من در مقابل افکار عمومی بین المللی باید قرار بدیم و بگیم کیا هستن تحریک میکنن مردم رو بریزید تو خیابون، ساحت مقدس مورد تعرض قرار گرفته. من میگم نه مقدسه، نه تعرضی اتفاق افتاده، اینا بحثایی هست معقول در چارچوب آزادی بیان. ادهی میگن که چاپ و انتشار کاریکاتور از رهبران دینی مثل پیامبر اسلام در این شرایط باعث میشه که توجه افکار عمومی رو از مسائل اصلی جامعه منحرف بکنه و باعث برانگیخته شدن تعصبات مسلمان میشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ به نظر من این خودش یکی از مسائل مهم جامعه هست که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. معلومه که انواع اقسام مشکلات وجود داره، فقر وجود داره، جنگ، نمیدونم پناهندگانی که الان همین امروز همین هایمشون هم آتیش گرفته بود تو خیابونا سرگردانه. معلومه ما با دنیایی طرف هستیم که انواع اقسام مشکلات هست، ولی یکی از مشکلات مهم این دنیا الان اینه که یه جنبشی هست به اسم جنبش اسلامی که تو بعضی از کشورها به قدرت رسیده، داره تسمه از گرده کارگران، مردم، جوانا میکشه، و در این حال ما مواجه هستیم با اینکه اینا هر نقدی رو، هر به اصطلاح انتقادی رو، هر مزاحی رو با ترور دارن پاسخ میدن. به نظر من اصلا اینطوری نیست که توجه رو از مسائل دیگه به اصطلاح منحرف بکنه. الان دارن تو پاریس محاکمه میکنن کسایی رو که ترور انجام دادن، و به این دلیل دوباره چارلی هبدو این کاریکاتورها رو چاپ کرده و بحثی رو دامن زده که به نظر من کاملا معقول هست و این جامعه جهانی احتیاج داره به این بحثا. آیا از نظر شما انسان ها مجاز هستن هر چیزی رو، حتی اگر از نظر عده مقدس شمرده بشه، مورد نقد قرار بدن؟ عده این رو توهین به خودشون میدونن، و همچنین آیا این یک تناقضه، و اگر آره چه جوری میشه این تناقض رو حل کرد؟ به نظر من این تناقض نیست. اولین مسئله همینه که آدم ها یه بار به دنیا میان و باید حق داشته باشن نظر خودشون رو مطرح کنن، نقد خودشون رو بگن، و بقیه کسایی که فکر میکنن این نقد توهین به من هست، بیشتر اونا باید مورد توجه قرار بگیرن، آموزش بهشون داده بشه، یا اینکه اگر مشکلی دارن حل بکنیم براشون، بگیم این توهین به تو نیست وقتی که عکسی کسی که پیغمبر بوده و تو بهش اعتقاد داری داره منتشر میشه. ولی مسئله اصلی اینه که آدمای عادی نیستن که الان دارن میان میگن توهین شده به من، به ما. ممکنه مثلا تو بعضی از روستاها مثلا در پاکستان یا جاهای دیگه افراد افراطی و مسلمانان عادی باشن که بر اساس اونم، بر اساس تبلیغاتی که داره انجام میشه، بگن توهین به منه. ولی باید این رو قبول کنیم که دستگاه‌های سیاسی معین این رو دارن تبلیغ میکنن، مساجد، منابر، دولت‌ها، احزاب اسلامی. همین الان تو فلسطین فلان حزب نمیدونم وابسته به جریانات اسلامی تظاهرات سازمان داده، تو همین پاکستانشان جریانات اسلامی هستند که دارن این تظاهرات ها را سازمان میدن و از اون ور بمب میذارن، ترور انجام میدن، که همینطور که گفتم تمام مسئله شون اینه که مردم رو بترسونن و خودشون قدرت رو به دست بگیرن. بنابراین ما باید بدونیم این یک مسئله و چالش بزرگ سیاسی هست، باید بر علیهش بود، باید بر علیهش مبارزه کرد، و هر چقدر جنبش اسلامی ضعیف‌تر بشه ما این بحثا رو تو فضای راحت‌تری پیش خواهیم برد. مطمئنم اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه همه چیز یه فضای دیگه رو به اصطلاح نمایندگی خواهد کرد، و اتفاقا مردم ایران زیر لیبل مسلمانان، مسلمانانی که در ایران دارن زندگی میکنن، قوی ترین مدافعین دفاع از آزادی بیان خواهند بود، برای اینکه اونا دیدن که تو کشوری که دارن زندگی میکنن زیر لوای همین که توهین نکنید و مقدسات غیره، بچه هاشون رو کشتن، خودشون رو زندانی کردن، و به این معنا به نظر من این بحث یک بحث سیاسی مهم در دنیای امروز است. مینا احدی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین تشکر میکنم از تمام بینندگانی که در این بخش از برنامه
ما را همراهی کردند. با آرزوی شادترین ها و بهترین ها بدرود.